میگویند نمادها یاری رسان حافظه انسان ها هستند که دچار فراموشی نشوند. برای دستکاری در حافظه انسان یا نماد را تغییر میدهند و یا آن را از بین میبرند، به خصوص وقتی این نماد بیانگر یک فاجعه بزرگ باشد. زندان گوهردشت یک نماد است که نامش با کشتار زندانیان سیاسی گره خورده است. تابستان 1367 زندان گوهردشت یادآور یکی از بزرگترین جنایت‌های حکومت استبدادی علیه انسانیت است. در راهروی اصلی این زندان یا همان کریدور مرگ، هیئت جلادان به ریاست حسین علی نیری و در معیتش مرتضی اشراقی، ابراهیم رئیسی و مصطفی پور محمدی را میتوان همچنان دید که به انتظار زندانی نشستند تا حکم به بردار کشیدنش بدهند. ناصریان سرمست از به دار کشیدن اسیرانش به دنبال تنهای بیشتری است. حمید نوری یا حمید عباسی بزم جنایت جانیان را با شیرینی جشن گرفته است. در طرف دیگر کریدور مرگ زندانیان را میتوان دید که با یک کلمه بندیان و یا سمت چپ به فرمان ناصریان یا حمید نوری به انتهای کریدور مرگ میروند. آمفی‌تئاتر یا حسینیه، داوود لشکری، عادل و دیگران را میبینیم که در این تئاتر مرگ باید تناب جور را بر گردن زندانیان بیاندازند. همه این صحنه ها هنوز که هنوز زنده است. تخریب گوهردشت حافظه ما را از بین نخواهد برد، چون دادگاه حمید نوری در استکهلم زندان گوهردشت دهه 60 را در حافظه جمعی ما حک کرده که دیگر پاک شدنی نیست. شهادت جان به در بردگان در این دادگاه بدیل محکمی برای گوهردشت آفرید که با تخریب آن نام زندان گوهردشت همچنان به عنوان نماد جنایت حکومت باقی خواهد ماند.